برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسئولان آستان مقدس امامین عسکریین علیهما السلام از تشرف 15 شهروند آلمانی تازه مسلمان شده به زیارت حرم امامین عسکریین علیهما السلام خبر دادند. در بیانیه‌ای که در این باره توسط آستان مقدس صادر شده آمده، این افراد تازه مسلمان شده که از نخبگان و تحصیل کردگان کشور آلمان هستند، از زیارت حرم امامین عسکریین علیهما السلام ابراز خوشنودی و خرسندی کردند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف افغانستان بین ده ها خانواده نیازمند و یتیم گوشت قربانی توزیع کرد. این اقدام نیکوکارانه در روز هشتم جمادی الثانی 1444 قمری و با هدف سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف انجام شد. فرماندهی عملیات‌های مشترک ارتش عراق اعلام کرد که نیروهای این ارتش موفق شدند در سال 2022 در مجموع 311 تروریست را به هلاکت برسانند. این فرماندهی در بیانیه اعلام کرد 213 تروریست در عملیات‌های نیروی هوایی و 98 تروریست دیگر در عملیات‌های مختلف دیگری توسط نیروهای ارتش عراق کشته شدند. منابع محلی از افزوده شدن درس قرآن در سیستم تحصیلی در منطقه پنجاب پاکستان تا پایان مقطع دبیرستان توسط اداره آموزش و پرورش مدارس پنجاب خبر دادند. رعنا عبدالقیوم خان رئیس اداره دستورالعمل‌های عمومی پنجاب با صدور اطلاعیه گفت آموزش قرآن کریم به عنوان یک درس در کلیه مدارس دولتی و خصوصی تا پایان مقطع دبیرستان معرفی شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دین اسلام در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پرجمعیت‌ترین دین در جهان است. در حال حاضر 2,200,000,000 مسیحی در جهان وجود دارد و پرجمعیت‌ترین دین به شمار می‌رود. اما اسلام با 1,970,000,000 نفر در حال پیشی گرفتن از مسیحیان در جهان است.